us. You ain't gotta hate it with us, cause now feel bad with us. Gonna be real on us, nobody got nothing on us. Cause we all with us from London back down to the US. We rockin' this and playin', don't even if I rain. Just confess your girl admits that we the shit. All he has ain't fresh, yeah, that's right, we get it. We definite, we represent. Turn me up, turn me up, turn me up. Come on, baby. Check this out right here. Do you wanna hate with us? Do you need to ease on us? Do you wanna act like a weapon? Yeah, we get back to her when we can. She like men on the run. She wanna hit the ground. Yeah, that's the key, that's what we do, that's what we need. BLACKYY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 
سلام به شما بینندگان عزیز، امیدوارم خوب و خوش باشید و آماده تا برنامه دیگری از برنامه‌های ورزشی شبکه جهانی تن رو شاهد باشید. ورزش از نگاه تن که در روزهای چهارشنبه می‌دونید که برنامه رو یه مقدار تغییراتی بهش دادیم و در روز چهارشنبه برنامه دیدار با پیشکسوت و یا ورزشکارانی که در تورنتو به سر می‌برند رو برای شما داریم که کاریست از دوست خوبم و ورزشکار و مجری خوب برنامه و همکارمون مهرداد حجیر عزیز. مهرداد جان سلام به شما، امیدوارم خوب و خوش باشی. خیلی ممنونم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان عزیز. همونطوری که مهران عزیز گفتن، امروز چهارشنبه پنجم فوریه هستش و توی شهر سرد و هوای برفی تورنتو این برنامه رو امشب براتون اجرا می‌کنیم. امروز راجع به محبوب‌ترین رشته ورزشی رزمی دنیا که توی کشور خودمون هم خیلی طرفدار داره و همونطوری که توی برنامه اول قسمت اول برنامه مشاهده کردین، ورزش تکواندو خواهیم پرداخت با یکی از عزیزان قهرمان این ورزش و مربیان خوب این شهر. امروز مهمون این برنامه هستن که اجازه بدین خودشون بیشتر خودشون رو معرفی کنن. آقای مستر رضا، خواهش میکنم. با عرض ادب و سلام خدمت، خوش اومدید مهران عزیز و مرداد جان. به تمام بینندگان سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالشون خوب باشه هر جای دنیا هستن. ورزش تکواندو که یکی از بهترین ورزش‌های رزمی دنیاست و پرطرفدارترین ورزش‌های رزمی دنیا هم هستش. یعنی آماری که هست WTF تکواندو بیشترین، جذابترین و بالاترین ورزشی است که الان تعداد بیشتری به خودشون جذب کردن. یعنی مخصوصاً در بین ایرانی هم خیلی دیگه پیشرفت. بله، خب به خاطر اینکه بچه‌های ایرانی همیشه، یا تیم ایران همیشه یا اوله یا دوم جهانه و قهرمانای مثل هادی سایدی که دیگه افسانه ای شده هستن، المپیکا و یوسف کرمی و بچهای دیگه که توی ایران هستن. دست کره ای ما در آوردیم این ورزش، یکی دو بار ایران قهرمانی جهان رو به دست آورد، ولی حالا به هر حال تلویزیون نمیخوایم بگیم، سیاست ورزشی دارن اونا به هر حال یه جوری، ولی واقعا ایران یکی از بهترین تیم های دنیا رو داره و همیشه ایران یا دوم میشه یا اول میشه تو تکواندو WTF. بله، ما خب همونجور که مطلع هستید هر هفته گفتیم که سعی داریم در برنامه ورزش از نگاه تن در یکی از روزهای چهارشنبه یا سه‌شنبه که بیشتر سه‌شنبه خواهد بود، چهارشنبه حالا خواهد بود، ورزشکاران تورنتو رو به شما معرفی کنیم. و همونجور که مرداد جان گفت، تکواندو یکی از طرفدارترین ورزش‌هاست در بین حالا ایرانی‌ها و همه مردم جهان. اونایی که رزمی کار هستن تکواندو رو خیلی دوست دارن.
استاد رضای عزیز، مستر رضا هم که از یکی از قدیم ترین هاست، خود من سابقه دوستیمون به سالها پیش میره و شاید حدود 20 سال تازه اومده بودیم به کانادا، هم تورنتو، و از همون موقع هم یادمه که مستر رضای عزیز تو کار کوچینگ و مربیگری بودن، تازه از اروپا اومده بودن، حالا اونا رو دیگه بقیه خودشون توضیح میدن و خوشحال هستیم که امشب در برنامه ما هستن و شاگرداشون الان دارن برنامه رو میبینن، خیلی از کسانی که در کلاسایشون شرکت دارن برنامه رو میبینن، میدونم که اونا هم لذت خواهند بود. فیلمای زیادی هم امشب داریم براتون که نشون خواهیم داد از کارهای مستر رضا و همینجور برنامه‌هایی که در کار آموزشیشون بوده. همینطوره. همونطور که شما فرمودین، مستر رضا غیر از اینکه معلم ورزش و مربی ورزشی هستن، معلم اخلاق هم هستن، توی مدارس هم درس تدریس میکنن، ولی یکی از بارزترین مشخصه های ایشون شعارهای تربیتی و اخلاقیه که به بچه‌هاشون درس میدن که همیشه ادب و نظم و تربیت اولین چیز هستش توی ورزششون. امروز عکسای زیادی رو مستر رضا آورده بودن که خودشون خیلی مایل نبودن که همه اینا رو ما بتونیم نمایش بدیم، ولی واقعا عکسای دیدنی است، مربوط به سالهای گذشته با قهرمانای ملی کشورهای مختلف و افراد سرشناسی که من واقعا از دیدن این آلبوم‌ها لذت بردم. شاید توی فرصتی بتونیم اینها رو نمایش بدیم. اما برای شروع، مستر رضا کیه؟ چطوری تکواندو رو شروع کرده؟ مستر رضا کوچیکی همه هست. بازم خیلی خوشحالم امشب که دوست صمیمیم اینجاست و واقعا من سورپرایز شدم، به قول این خارجی حالا نگن سورپرایز شدم، خیلی خیلی خوشحال شدم که دیدم. همچنین اصلا خبر نداشتم از دوستان زیر تشریف بودن تورنتو. خیلی خوشحالم که دیدمتون. ببینید، ورزش من برمیگرده به دوران کودکی. من بچه اردبیل هستم، از اونجا با آقای استاد خوشروزی ورزشی تکواندو رو من شروع کردم و خدا رحمتشون کنه الان فوت کردن. اردبیل دو تا باشگاه بیشتر نداشت و ما اول جزء اولین فدایان تکواندو بودیم اونجا. البته بعد از اینکه من اروپا اومدم، اونجا هم ورزشم ادامه دادم و تورنتو که اومدم با مستر برام و گرند مستر سامبک، یکی از لژنای کره است، با اون آشنا شدم و خدمتیشون بودم و دانهامو از ایشون گرفتم. البته جای گفتنی است که مستر حسینی رمضان حسین بچه کرج، ایشون هم موقع قهرمان آنتاریو و سوم کانادا بودن که با ایشون هم ما تمرین کردیم، زحمت ما هم کشیدن، الان هم تو تورنتو تشریف دارن. ورزشکارهای مختلفی که باشون ما کار کردیم و در سطح مسابقات و در سطح مربیگری، از هر گوشه ای یک توشه ای به گل اندوختیم و سعی کردیم اون انتقال بدیم به بچه‌هامون. و در ضمن وقتی تکواندو به یه نقطه‌ای رسید که از نظر تکنیکی آدم فکر می‌کنه که بعد دایورسفای باید بکنه یه ورزشی، من ورزش جودو رو هم شروع کردم و در اونم به مسابقات سن بالا تو مسابقات آنتاریو و کشوری رفتم و سعی کردیم تو باشگاه دایورسیتی رو داشته باشیم که بتونن بچه‌ها. و الانم باشگاه ما درش به روی تمام ورزشکارا بازه. آقای استاد بهمن فکرتی که جودوکارای معروف الان اومدم با آقای دکتر کمال و یکی دوستایی که جنگ تمرین میکنم، گفتم باشگاه شماست استاد، به هر حال سن شما بالاست، ما کوچیک شما هستیم و ایشون تمرین میکنن. و حدودا الان با لطف خداوند بزرگ ما شاگرد زیاد داریم، مربی زیاد داریم، مستر علی هستش، مستر محمد هستش، از کار مستر عرفان هستش، مستر نویدی که های پرفورمنس بچه‌ها رو تنظیم میدن، ایشون با احادی سایی و یوسف کرمینا هم تمرین کردن ایران و باشگاه در سطح. اما برمیگردیم به این نقطه که بیشتر در مورد بچه ها باشه، به هر حال بیشتر هدفمون خدمت به بچه هاست. همین بچه هایی که تو دمو دیدین، اینا الان اکثرشون تو دانشگاه هستن. همین که شما فرمودین، هدف اصلی ما اینه که بتونیم فلسفه ورزش رزمی که خودشناسیه به بچه ها یاد بدیم. دیده اگر جانب خود واکنی، آنچه بود در تو تمنا کنی، عاقبت از غیر نصیب تو نیست، همدم تو ای خفته حبیب تو نیست. ما دوست داریم بچه ها این فلسفی هستی ورزش رزمی رو بشناسن. به مثال امشب یکی از دوستای قدیمی آشنا شدیم، گفتن که استاد من دخترم رو نمیخوام ورزش بیارم. گفتم اشتباه میکنی، اتفاقا دخترها بیشتر تکواندو ورزش میکنن، چون اون استنباط واقعی ورزش که خودآگاهیه و فروتنیه متاسفانه هنوز تدریس نشده. تو فقط ورزش رزمی رو به عنوان یک دفاع شخصی یا به عنوان یه حالت خشونت میبینن که دقیقا برعکسشه. اصلا نیست. اصل فلسفه ورزش
آموزش انشای تن و روانه. اون تنو میشه همه درس داد، اون روان خیلی سخت. مرداد جان باید واقعا موش کافی کرد. هر شاگردی که باشگاه میاد داره خاصیت روحی و منتصر به فرد خودشو داره. بله. یه بچه 5 ساله رو باید بتونی چجوری باش باشی تا یک فردی که مثلا 50 سالش. بچه‌ها باز از نظر عرض کنم خدمتتون وقتی میان ارزیابی بشن در چه حالتی هستن، حالت روحشون چجوریه و چطور میتونیم اینا رو ارزیابی کنیم و یه پروگرام خاصی بدیم که اینا بتونن واقعا اون چیزی که میخوان از این ورزش برداشت بکنن. آه. و ورزش تکواندو واقعا یه ورزشی که به خاطر اینکه استادای ورزش تکواندو برای گرفتن دانای بالاشون باید برن به فدراسیون جهانی کره و بعد از دان 4 باید تیز بنویسین، هر دانی که میدیم باید انشا بنویسین و یه چیزی نوعی رو معرفی کنین. و وقتی من کره بودم واقعا دیدم که خیلی اهمیت میدم به بخش فلسفی ورزش، نه فقط به خاطر اینکه فایت جزء به اصطلاح برنامه‌های المپیکه، ممکنه فردا هم از المپیک بردارن، ولی اورگانایزیشنشون خیلی قویه و از نظر آناتومی، از نظر فیزیولوژی، از نظر روانشناسی، همه اینا رو اومدن در این بیزنس تکواندو دبلیو تی اف گنجون دادن. استاد شما هستن، ببخشید. بله، ایشون مستر هام هستن. ایشون عرض کنم خدمتتون که قبلا رئیس فدراسیون تکواندو جهانی بودن، من کره که رفته بودم خدمتشون بودم، الان رئیس تکواندو کانچوان چوندگان استایل هستن و معاون فدراسیون کره هم هستن در ضمن. ایشون یکی از کسانی بودن، ایشون مستر لی هستن که من اونجا که رفته بودم خیلی قدردانی کردن از ما، به خاطر البته منو واقعا نمیشناختن اونجا، به خاطر اینکه مستر خود من گرند مستر سامبک که واقعا لژن اونجا، ایشون با ایشون خیلی رابطه صمیمی داشتن. این رئیس فدراسیون تکواندو جهانیه، بله. مستر لیه. بله. عرض کنم خدمتتون اونجا یه سرتیفیکیشن که با ملکه الیزابت مال انگلند هست، سرتیفیکیشن رو به من دادن. بله. اینم قدردان. ایشون پدر تکواندو کرن، این مستر منم هستش. ایشون به اصطلاح تکنیک‌های تکواندو و فرمای تکواندو رو با چند نفر دیگه درست کردن اصلا. واو. و عرض کنم اینجا لژندای این ورزش. بله، اینجاست که همین آرمی که اینجا هستش، ایشون اونجا دادن و چون سنشون خیلی بالاست من دوست داشتم واقعا ببینمشون، چون معلوم نیست، چون فکر کنم نه بله بله کره هستن. بله. مرداد جان اینا نباید میذاشتی. نه خیر، این تو باشگاه قرار نبود عکس پرد. ولی آقا مرداد، ورزش بسیار جالبیه، برای که احترام از زمانی که ورزشکار یا مربی وارد باشگاه میشه شما اونو به صورت خیلی واضح میبینید، حس میکنید. قبل از مبارزه به هم احترام میذارن، تعظیم میکنن، چاریو چونگی میگن به هم، آماده رقابت میشن، از همون اول احترام، بعد از مسابقه باز احترام. یعنی فکر میکنم یکی از ارکان اصلیه ورزش تکواندو احترام به طرف مقابل باشه، حتی اگر رقیبت هست. این خیلی جالبه. اما چون شما یه مقداری از پیشکسوتان و عزیزان کشور کره رو گفتیم، بذارید اجازه بدید که یه یادی بکنیم از آقای رضا مهماندوست، سرمربی اسبق تیم ملی تکواندو که تیم رو توی المپیک قهرمان کرد، مدال طلا گرفت. هادی سایی زیر نظر رضا مهماندوست عزیز که متاسفانه بعد از اون مشکلاتی که براش به وجود اومد مجبور شد که از تیم ملی کناره بگیره، الان مربی تیم چین تایپه هست و با اون رفتن امریکا. البته قراره که تورنتو هم بیان، من باشون صحبت کردم، تیمشون قراره برای اردوی بیان تورنتو. و یه یادی بکنیم از این دوستان، از همه تکواندو کارا که من با بعضیشون دوستای صمیمی ام، ولی واقعا الان اسم آوردن از همه بچه‌ها. و حتما آقای مهمان دوستم بعد یه روز دعوت کنیم که بیان به برنامه، حتما بیان. اگه بیان تورنتو که قدمشون ریشه، حتما بسیار خوشحال میشیم. اما مستر رضا، من میدونم که به تازگی از کره برگشتین، از یعنی برای گرفتن دان 8 اگر اشتباه نکنم. بله، یه مقدار راجع به اون توضیح بدین، چطور بود؟ آیا شرایط آسون بود؟ سخت بود؟ دان 8 گرفتن چطوره؟ اصلا کار ساده‌ای؟